فرانکلین روزولت آمریکا تا حالا 47 تا رئیس جمهور داشت از جورج واشنگتن تا همین بایدن و بین همه اینا بین این 47 تا یک نفر و فقط یک نفره که چهار بار رئیس جمهور شده ده سال در کاخ سفید بوده این دومین باره که ما درباره روزولت یه ویدیوی اختصاصی میسازیم اولی رو مفت کنم زیادی کوتاه شد کامنت هم بعضی گفت گفته بودن خودم هم که برگشتم بهش دیدم که دورش بیشتر باید صحبت میکردیم یه چیزایی خیلی مهمی بود که تقریبا اصلا نتونستیم بهش اشاره کنیم بر همین یه تلاش دیگه داریم میکنیم که یه خورده کامل تر صحبت کنیم درباره کسی که خیلی رئیس جمهور خاصی بوده دیگه روزولت رئیس جمهوری که هم قهرمان بود برای لیندون جانسن دموکرات هم الگو بود برای رونالد فیگان جمهوری خواه برای جفت اینا آدم خیلی مهمی بود و از بچگی بهش نگاه الگویی و قهرمانی و اینها میکردن FDR همی که همی که به این سه حرفش شناخته میشه خودش نشون میده که آدم مهمیه معمولا آدم رئیس جمهور یا حداقل شخصیت های سیاسی هم تا به یه جایگاهی نرسن آمریکایا با این سه حرفی بهشون ارجاع نمیدن کندی هم جی اف روزولت هم اف دی آره بعضی دیگه هم البته هستن ولی همین هم باز نشون میده که جایگاه مهم میداره دوازده سال در کاخ سفید بود از 1933 تا 45 تا 1945 و ولی ولی اهمیتش فقط به خاطر این طول مدتش نیست در دوران عجیبی هم رئیس جمهور بود وقتی که رئیس جمهور شد روزولت آمریکا در شدیدترین بحران اقتصادی تاریخش بود وقتی که رئیس جمهور شد و وقتی که مرد رئیس جمهورش تمام شد آمریکا در آستانه تمام کردن جنگ جهانی دوم بود که بعدش دیگه آمریکا شد ابرقدرتی که ما توی نیمه دوم قرن بیستم دیدیم و میشناسیم یعنی در دوره ریاست جمهوریش هم یک رکود بزرگ تاریخی رو دیده و هم یک جنگ بزرگ که دنیا رو عوض میکنه رو دیده. برای همینم هم حالا همه رئیس جمهورهای آمریکا مشکلات خیلی بزرگی دست و پنجه نرم ولی دوران روزولت واقعا دوران خاصیه و جالبه که بهش نگاه کنیم چون تصویری که از روزولت هست تصویر مثبتیه یعنی از این دوران سخت با عملگرایی و با سیاست مداری و ابتکار عملی که داشته و اینا سر بلند بیرون آمده چرا میگیم سر بلند بیرون آمده؟ به خاطر اینکه الان یه کاری میکنن آمریکا یا میرن از از هیستوریان ها از اهل تاریف کسایی که تخصص دارن اهل سیاست اینا هی میپرسن نظر سنجی میکنن چند سال یه بار که رئیس جمهورای خوب کیا بودن رئیس جمهورا رو رتبه بندی میکنه و توی خیلی از اینها الان بعد از 70 سال بعد از مرگ روزولت روزولت اون بالاست جزء ستا رئیس جمهور خوب تاریخ آمریکاست به آدمی که 78 سال الان از مرگش میگذره ولی خب میراثش همچنان هست هم در سیاست آمریکا هم در سیاست دنیا همین دسامبر 2022 زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رفته بود آمریکا درباره جنگ اوکراین حمایت بیشتری از کنگره بگیره و اینا اونجا که داشت صحبت میکرد یه ارجاعی به روزولت داد میخواست حمایت کنگره رو بگیره اشاره میکرد به آمدن آمریکا به جنگ جهانی دوم برای اینکه نشون بده که مسئله اوکراین فقط مسئله اوکراین نیست مسئله جهانیه اشاره کرد به اون سخنانی روزولت بعد از حمله ژاپن به پل هاربر به آمریکا و گفتش که اونجا روزولت گفته بود که آمریکایی‌ها با اون با اون درست درست پنداری و درستکاری با اون رایچستنس خودشون به پیروزی مطلق دست پیدا میکنه The American people in the will, will, uh, will win through the absolute victory گفت و گفت مردم اوکراین هم قطعا پیروز خواهند شد the اوکرian people will win to absolutely این مهمه جون بر اون آهنگ سخرانی روزوللت رو داره و داره یک مدک تشبیه تاریخی میکنه که اثرگذار میتونه باشه برگردیم ببینیم چی شد که روزولت رئیس جمهور شد یعنی توی چه جور انتخاباتی رئیس جمهور شد این نخوری صحنه رو میچینه اول اون لحظه ای که روزولت یه آدم شد در سطح ملی آمریکایی چون انتخاباتی که توش پیروز شد انتخابات عجیبی بود آمریکایی بود که رفته بود تو چهارمین سال رکود بزرگ Great Depression رکود بزرگ یه چیزی واقعا ازش میخونیم و یه چیزی میشنویم واقعا انگار درکی ازش نداریم خیلی مسئله بزرگی بود ای بود برای آمریکا یک همهگیری فقر بود همهگیری فقر و گرسنگی و بیخانمانی و دهه بیست و سی قرن بیستم یعنی هز... از دهه بیست و سی هزار بیست انتهای هزار و بیست تا هزار سی دو میلیون نفر بیخانمان شدند یک چهارم نیروی کار بیکار بودند. در 38 تا ایالت آمریکا بانک‌ها تعطیل کرده بودند. دیگه. کشاورزا از پس هزینه زمینشون بر نمی آمدن. انقدر روزا خراب بود نشانه خرابی دیگه در واشنگتن و در کاخ سفید هم دیده می شد رسم بود سالی یه بار رنگ می کردن کاخ سفید و ولی این کارم نکرده بودند به خاطر شرایط اقتصادی یک همچین وضعیتی بود قبل از روزبت هم رئیس جمهور آدمی بود نام آقای هربرت هوورد اسم ایشون گره خورده بود به بیعملی و کاری نکردن برای این وضعیت حالا یا واقعا فکر میکرد که کاری نمیشه کرد این وضعیتی که باید خودش بگذره رد بشه کاری از دست کسی بر نمیاد یا به هر دلیل دیگری ما شاید دوره ایشون هم ویدیو درست کردیم ولی به خاطر این, این بیعملی شهرت خوبی هم نداشت محبوبیتی هم نداشت مخصوصا اواخر دورش یه سری از این حلبی آبادا درست کرده بودن از این جاهایی که یه چیز خونه درست میکنن میاد بالا اسم اینا رو گذاشته بودن خونه هووری هوور بالاخره به افتخار ایشون دیگه میگفتن که کاری که نمیکنه این خونه ها موند و به اسم ایشون موند این مدل خونه ها به اسم ایشون موند در در زبان غیر رسمی در آمریکا بعد توی همچین آمریکایی روزولت فرماندار نیویورک آمد و رئیس جمهور شد البته آدم ناشناخته این نیست قبلا تلاش کرده بود معاون رئیس جمهور بشه شکست خورده بود بعد از اون هم فلج شده بود مبتلا شده بود به بیماری پولیو فلج اطفال از کمر به پایینش تقریبا فلج بود ولی این ماجرا از سیاست خارجش نکرده بود به نیه مدت رفته بود بیرون ولی بعد دوباره برگشته بود به سیاست در نیویورک که زادگاهش بود فرماندار شده بود و الان انتخابات هم برده بود رئیس جمهور شده بود میخواست بره سوگند بخوره به عنوان رئیس جمهور و حالا که میخواست بره مثلا سوگند ریاست جمهوری بخوره سرپا نمیتونست وایس خودش کمک لازم داشت اصلا برای اینکه بره تو جایگاه پسرش کمکش کرد و این این مهمه به نظرم یعنی ممکنه شروع لغزنده به نظر بیاد شروع سفتی نیست کشور در رکوده وضعیت داخلی آمریکا رو گفتیم کشور در رکوده وضعیت خارجی هم نگران کننده است چون اروپا هم آشفته است و نگرانه که یک جنگ بزرگ دیگری شروع بشه جنگ جهانی اول رو گذروندن الان هم بعضی طوریه که انگار دوباره شبه جنگ در هواست توی چنین شرایطی در آمریکا داره یک کسی میاد رئیس جمهور میشه که برای که سخنرانی کنه دست شو باید بگیره به میز وایسه تصویر امیدوار کننده ای نیست واقعا هست من یکم به این فکر کردم بعد دیدم اگر فکر میکنم تصویر امیدوار کننده ای نیست احتمالا مشکل از دید منه چون با همین آدم و با همین سیاست ها نه تنها وضع ام، 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 آمریکایا یا عموما بهتر از قبل شد بلکه رهبری کرد آمریکا رو در کنار بقیه رهبران متفقین در نبرد با آلمان هیتلر به سمت پیروزی و وقتی بعد از بیش از دوازده سال از دنیا رفت و نتونست چهارمین دوره ریاست جمهوریش رو تمام کنه آمریکا دیگه افتاده بود رو ریل اول قدرت شدن اگر نگیم که همون موقع دیگه اول قدرت شده بود بر همین فکر میکنم به همون تصویر سوگند ریاست جمهوری هم باید یه خورده با این دید نگاه کنیم که چطوری تونست یه کاری بکنه که این تصویر تصویر لغزنده ای نباشه که هیچ اتفاقا خیلی هم امید و اعتماد مخابره کنه روزولت البته برای آمریکایی آدمش ناشناخته ای نبود یه چیزی توش دیده بودن که بهش رأی دادن یه مقداری از این برمیگرده به همون دوره فرمانداری نیویورک روزولت سال 28 1928 از طرف حزب دموکرات نامزد فرمانداری نیویورک شد به زحمت هم برنده شد یه درصد اختلاف داشت با رقیب جمهوری خواهش ولی یک سال بعدش که بازار سهام در وال سقوط کرد و رکود بزرگ شروع شد و اینها روزولت اولین فرمانداری بود که ایده طرح بیمه بیکاری رو داد یا توی دوره دوم فرمانداریش یه بحث های حمایت اقتصادی اجرا کرد بحث های حمایتی اقتصادی اجرا کرد در واقع و رو حساب همین کارنامه ها و سیاست ها بود شاید که وقتی رئیس جمهورم شد یه همچین انتظاراتی ازش بود با, همین انتظارات مردم در مراسم تحلیف مراسم سوگند گوشا رو تیز کرده بودن ببینن این رئیس جمهور جدید چی میخواد بهشون بگه بالاخره وضع اینه وضع داخلی اینه وضع خارجی اینه این چی داره به ما بگه چطوری میخواد ما رو از این وضع در بیاره برای این بهش رأی دادیم دیگه و چه سخنرانی تاریخی هم کرد 1800 کلمه حرف دقیقه واقعا تاریخی ده ها میلیون نفرم از رادیو شنیدن و اینها یه جملهش موند در تاریخ گفت the only, fear fear the only thing we have to fear is the fear itself. تنها چیزی که باید ازش به ترسیم خود ترسه به جامعه ای که خیلی داره میترسه داره میگه هیچی ترس نداره خود خود این ترسه، ترس ترس ترسناک ترین چیزه این باید بذاری کنار غیر از این هیچی ترس نداره خیلی خیلی سخرانی مهمیه و حالا این تنها فقط این سخرانی نه در کنار یه سری کارهای دیگه کارهای مستقیم و غیر مستقیم این پیام اعتماد مخابره شد بعد کار خیلی مهمی که کرد رو البته پنهان نکرد توضیح داد وضعیت آمریکا رو توضیح داد گفتش که خیلی در لحظه تلخی هستیم فقط آدمایی که احمقان خوشبین هستن میتونن تلخی این رو هاشا کنند. Only a foolish optimist can deny the dark realities of the moment شما باید یک احمق خوشبین باشی خوشبین احمقان خوشبین باشی که بگی که نه چیزی نیست و همه چی خوبه و همه چی میدونه این حرف بعد انتقاد کرد از قانونگزارا انتقاد کرد از سوداگران انتقاد کرد و گفتش که مردم از ما کار میخواد مردم کار میخواد و همین الانم کار میخواد از این حرف هم جامعه استقبال کرد وقتی شنیدن تشویق کردند احساس میکردن که دوره بیعملی رئیس جمهور سابق هوور تمام شده به هر حال و یک عصر جدیدی آغاز شد این خب ولی حرف بود حرف بود و در مرحله اول بود هنوز اکشن واقعا اتفاق نیفتاده بود اتفاقی که از این لحظه افتاد توی صد روز اول ریاست جمهوری روزولت بسیار بسیار مهم بود چون یک سری بسته سیاستی رو آورد معروف شد بعدا به نیو دیل نیو دیل و این یکی از مشهورترین اتفاقات زمان روزولته هم نیو دیل هم کلا این صد روز اول این که اصلا چقدر چقدر کار کرده تو این صد روز اصلا از اون به بعد این شد یک معیاری که ببینن رئیس جمهورهای آمریکا تو صد روز اول چه کار میتونن بکنن بعد این هم هست که روزولت تو صد روز این همه کار کرد یه بسته سیاستی بزرگی بود به نام همین نیو دیل که گفتیم نیو دیل برنامه جدید رسم تازه که در ظاهر یه سری قانون و لایحه جدید بود ولی واقعیتش اینه که بیش از این بود اینا بود اینا بود ولی خیلی بالاتر از این بود یه چیزی بود که میخواست رابطه مردم و دولت رو عوض کنه و کرد اصل اصل قصه این بود که پای دولت رو کشید وسط برای حل کردن مشکل اقتصاد تا قبلش اینطوری نبود نه این انتظار از دولت انگار خیلی وجود داشت نه اینکه دولت این وظیفه و مسئولیت رو بر خودش میدید و تعریف میکرد خیلی جالبه نیودیل که آمد ست ست آر سه تا آر معروف داشت ریلیف ریکاوری ریفورم در یه خط هر کدومش رو بخوایم بگیم ریلیف این بود که یه برنامه های حمایتی داشته باشن برای کمک به افراد محروم ریلیف آر اول بعد یه ریکاوری بود برنامه هایی برای اینکه بازیابی کنن کشور رو آدما بتونن برگردن سر کار در کوتاه مدت یک ثبات حداقلی به وجود بیاد آر دوم ریکاوری و بعدم ریفورم اصلاحات ساختاری برای اینکه در دراز مدت وضعیت اقتصاد کشور یه طوری تنظیم بشه که دوباره تو, تو رکود نیفته ریلیف Reform. رفورم به محض اینم که شروع کرد کارش رو در کاخ سفید رگباری شروع کرد دستورات اجرایی ساده کردن روز اول کارش 5 مارچ بود 5 مارس همون روز دستور داد که اولین فرصت کنگره باید جمع بشه جلسه بذاره فردا صبحش ساعت یک صبح مبادله طلا رو ممنوع کرد یک هفته بانک ها رو تعطیل کرد یه طوری واقعا اقدام میکرد انگار آمریکا در جنگ در شرایط استراری جنگ گفت تا کنگره جلسه بذاره بانک ها تعطیل بشن بانک تعطیل بشه یعنی چی یعنی مردم نمیتونن برن از بانک پول بردارن چون مردم وقتی که اعتماد ندارن میرن پولشون رو از بانک میکشن بیرون و این خب بحران رو شدیدتر میکنه یه فرصت اینطوری خرید گفت بانک ها تعطیل من حالا با فکر کنیم برای نظارت بر فعالیت های بانکی برنامه‌ای بچینیم تو این مدت ارزیابی کرد وضعیت بانک ها رو تصمیم گرفتن کدوم بانک ها بمونن کدوم ها بسته بشن یه قانون بانکداری استراری درست که نوشتن رفتن کنگره که با این قانون رئیس جمهور اجازه پیدا میکنه که سیاست گذاری بکنه برای بانک ها گفتن اون موقع تو روزنامه که روزولت دیکتاتور داره میشه روزولت Gets پاور اف دیکتاتور و دیکتاتور میدونیم قبل از اینکه برچسب سیاسی بخواد بشه عنوان رسمی بود 2000 سال پیش در جمهوری روم کسی که برای دوره موقتی همه اختیارات رو میگرفت دستش بهش میگفتن دیکتاتور و شاید واقعا توی موقعیت حرف بیراهی هم نبود برای کاری که روزولت داشت میکرد بانکها رو اینطوری که کنترلشون رو گرفت دستش بعدا بازش کرد بازشون کرد بعد اومد با مردم حرف زد گفت که پولار از بانک نکشید بیرون سرمایه هاتون توی بانک نگه دارید چطوری حرف زد یه برنامه رادیو موقع تازه است اصلا ارتباط برقرار کردن با مردم و اینا کلا حرکت جدیدیه یه برنامه های شروع کرد فایر ساید چت گپ کنار شومینه فایر ساید چت خیلی معروف شد اولین سخرانی رادیوی روزولت از همین فایر ساید چت ها بود بعدا هم چند بار دیگه در طول ریاست جمهوریش انجام داد این کارو خیلی از نظر روابط عمومی برنامه موفقی بود برنامه‌ای بود که خب مردم در شرایط و احتیاج دارن ناامیدن نامطمئنن یه رئیس جمهوری آمده و حالا میخواد میخوان که این بهشون اطمینان بده بر همین اصلا انتخاب شده مسائل حل کنه و بهشون اطمینان خاطر بده نه به عنوان یک احمق خوشبین بلکه اطمینان خاطر واقعی بده بهش و روزولت اومد با زبان خیلی راحت و ساده و با آرامش و با اطمینان با اطمینان خاطری که مخابره میشد شروع کرد سیاست هاش رو برای مردم توضیح دادن که ما این کار رو میخوایم بکنیم اون کار رو میخوایم بکنیم داد نمیزد سخنرانی نمیکرد اسم این گفتگوی کنار شومینه واقعا نشون میده که چه روی کردی براشون داشت آدم اهل عملی بود میخواستم این تصویر رو بده که من آدم اهل عمل و اهل کاری هستم در کنار مردم هم هستم شفاف هم صحبت میکنم توی اولین سخنرانی تو اولین همین گپ کنار شومینه ای فایرساید چت چند دقیقه وقت گذاشت وضع بانک رو توضیح داد و بعد گفت نترسین پولاتون رو از بانک بیرون نکشین پولارو رو نبرین بذارین تو بالش طلاهاتون رو بیارید بذارید توی بانک خیالتون راحت باشه بسیار مهمه تصور کنید یه لحظه وضع اقتصاد داغونه رکوده و خب واکنش طبیعی مردم اینه که در این شرایط اقتصادی که بانک وضعیت پایداری نداره پولشون اونجا نگه ندارن و این همونطور که گفتم وضعیت رو بدتر و ناپایدارتر هم میکنه روزولت اومد اینطوری گفت و اینطوری عمل کرد و اعتماد مردم رو هم به دست آورد مردم اعتماد کردند یا حداقل انقدر زود این کارو کرد که هنوز اعتمادی که مردم بعد از انتخابات بهش کرده بودن سر جاش بود این اینطوری هم میشه بهش نگاه کرد همین کارو کرد واقعا هم نیاز داشتن مردم به یک یه، یه کسی بیاد که در شرایط بحرانی در قامت رهبر یک کسی بیاد یه اطمینانی بهشون بده و بخرن این رو و بپذیره بتونن بپذیرن ازش اینو بپذیرن که چیزی برای ترس وجود نداره نباید بترسی و این حرکت باعث شد وقتی که بانک دوباره باز شدن واکنش جامعه مثبت بود ارزش دلار رفت بالا بازار سهام فعال شد و همون روز اول رشدم کرد این این نتیجه اولین قانون نیودیل بود همه نیودیل البته این نیست نیودیل خیلی مفصل تر از اینه دارم خیلی نمونه ای مثلا میگم توش مثلا این نبود بود که هزینه های دولت رو کم کرد برای اینکه بتونن بیشتر از بیکاران و محرومان حمایت کنن که یه بخش بزرگی از نیو دیل این بود هزینه های دولت رو کم کرد یعنی حقوق کارمندا رو کم کردن حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری رو کم کردن از این طرف لایحه ها، های اینطوری می آوردن از اون طرف قدرت کنگره رو کم میکرد قدرت رئیس جمهور رو زیاد میکرد اینا همه بخشی از ماجرا بود یا یک هفته کمتر از یک هفته از ریاست جمهوری روزولت میگذشت الکل آزاد شد الکل یه ویدیویی ما اینجا داریم دربارش این این ویدیویی که توش توضیح دادیم الکل چی شد در آمریکا ممنوع شد و چی شد و بعد حالا روزولت که اومد آزادش کرد طرح رفع من فروش مشروبات الکلی رو ارائه کرد و کمتر از یک ماه بعد از موافقت کنگره گرفت فروش آبجو و شراب و الکل سب و اینا قانونی شد بعد از 14 سال هم هم تاثیر روانی داشت مردم میدیدن که بالاخره تو این رکود شدید یک اتفاقاتی داره میفته روحی ها یه میرفت بالا اعتماد به رئیس جمهور میرفت بالا بجز اینها تاثیر اقتصادی هم داشت بالاخره تاثیر اقتصادی هم داشت یه بخشی از اقتصاد که تعطیل شده بود دوباره فعال شد داستان جالبیه این این ویدیو رو اگه ندیدید ببینید فکر کنم اون اولین باری هم بود که ما درباره روزولت تو کانال صحبت کردیم این آقای روزولت اف خیلی آدم جالبی از رئیس جمهورهای عجیب آمریکاست چهار بار رئیس جمهور شده اگه براتون جالب داستانش کامنت بذارین لطفا بگین ما اینو اضافه کنیم به موضوعاتی که میخوایم روش کار کنیم تا اونجا اگه رفتین سابسکرایب اگه نکردین بکنین لطفا ویدیو رو اگه دوست داشتین لایک کنین مهمه اینا مرسی. یه طرح دیگری که تو همون صد روز اول داشت برای جوانان بیکار بود کاری که اول کرده بود بیشتر روحیه رو بالا برده بود ولی به لشکر بیکاران که گروه زیادی هم بودن کمک خاصی نکرده بود اینجا میخواست یه کاری کنه که اینا تشویق بشن بیان در محیط زیست کار کنه جنگل کاری احیای جنگل ها شب 9 مارچ هنوز پنج روز اول ریاست جمهوریش هم تمام نشده همون روز جلسه کنگره پیشنویس یه طرحی آماده شد که یک ماه و نیم بعدش شروع کردن به اجرا کردنش ارتش درختکاری ارتش درختکاری روزولت جوونا رو جمع کردن فرستادن 141 جنگل در اطراف آمریکا به درختکاری تا تابستون اون سال میگن 275 هزار آمریکایی رفته بودن به این اردوگاه های جنگلی 275 ,000. ابعاد سرعت کار دستمون بیاد این سرعت نیروگیری از سرعت نیروگیری برای جنگ جهانی اول بیشتر بود جوون ها جمع می کردن می جنگلکاری درختکاری ماهی سی دو دارم حقوق می یه نکته دیگری که روزولت بهش توجه باید می کرد بحران کشاورزی بود یک فکر می کرد باید یک کاری بکنن که قیمت محصولات کشاورزی بره بالا می به کشاورزا یارانه بدیم بعد مثلا زمیناشون رو محدود کنیم محصولشون کم میشه قیمت میره بالا جزئیات رو کاری نداریم یعنی الان برام واقعا جالب نیست که جزئیات هر کدوم از این سیاست ها چی بود و چطوری اجرا شد و ها اون چیزی که برام مهمه اینه که اعتماد مردم رو تو این شرایط بحرانی به دست آورد مخارج دولت رو کم کرد یه پولی دستش آمد و بعد رفت در کار بازسازی صنعت روز 150 قانون بازیابی ملی صنعت با سازی صنعت شروع شد تصویب شد عملیات عمرانی ساخت و ساز زیر ساخت اینطوری بشه و خب کلی شغل تازه شغل تازه که میاد حقوقا زیاد میشه این هم یک بخش دیگری از اون سیاست های همینطوری که میگیم صنعت راه داره میفته حمایت از بیکاران داره زیاد میشه حمایت از کودکان سالمندان اون گروه های اجتماعی که آسیب پذیرتر هستند شغل هم داره درست میشه کشور داره یه نفسی میکشه مسئله نیست که اینا داره بحران اقتصادی رو حل میکنه که نمیکنه واقعا نمیکنه ولی یه اثرات دیگه ای داره از جمله اینکه مردم دارن میبینن که کار داره میشه و اونم خیلی سریع ما تنوز تو صد روز اولیم سه ماه سه ماه و خورده ای بر همینم هم است که واقعا نیو دیل انقدر مهمه صد روز اول سایش الان رو سر همه رئی رئی رئیس جمهورهای آمریکا هست نه به خاطر اینکه رکود حل کرد به خاطر اینکه میپرسن که, می که روزولت چطور تونست پس تو صد روز این همه کار بکنه از هر رئیس جمهوری انتظار میره که برای صد روز اول برنامه مشخص داشته باشه و کلی کار بتونه بکنه و خب هیچ کس واقعا به اندازه روزولت تغییر ایجاد نکرده تو صد روز اول تا جایی که من, من میدونم الان تاریخی که نگاه میکنن میگن که کاری که روزولت با نیو دیل کرد واقعا یه بسته سیاستی فقط نبود به جز این از نظر کلیت سیاست ها یه طوری بود این بسته نیودیل و قانونهایی که گذاشتن که الان وقتی نگاه میکنن میگن که وظیفه دولت رو عوض کرد دولت رو کرد مسئول مصیبت های مردم مسئول گرفتاری های مردم و نشون داد که رئیس جمهور باید با مردم ارتباط برقرار کنه باید مشکلات شناسایی کنه باید برای حلش اقدام کنه میلیون ها شغل برای بیکاران درست کردن کار دولته باید درست کنه این این توقعی بود که روزولت ایجاد کرد فکرم میکرد که خب ما دموکراسی اگه میخوایم داشته باشیم باید نیازهای اولیه رفع بشه آمریکا اگر کشوریه که به آزادی فردی میخواد احترام بگذاره باید بتونه امنیت مالی و امنیت اقتصادی شهروندان رو برقرار کنه این نکته مهمیه حالا بعدا دوباره بهش برم که امروز تنینش چیه ولی این, این نکته مهمیه چون فرهنگ اون موقعی بود که بیکاری مردم بیچارگی مردم اینا ربطی به دولت نداره دولت مسئولش نیست مسئول اینا نیست ولی روزولت اومد گفت هست و عوض کرد این فرهنگ رو تغییر داد یه چیز مهم دیگه درباره روزولت میگن اینه که حزب دموکرات هم در زمان روزولت عوض شد یعنی هم یه گروه هایی به رای دهنده هاش و به حامیاش اضافه شدند همین که تونست بعد از مدت در سیاست آمریکا موفق تر بشه از اواخر قرن 19 هم تا 1932 اغلب انتخابات و جمهوری خواه داشتن می بردن. از زمان روزولت بود و بعد از کارهای نیودیل و اینها بود که مثلا خیلی از سیاه پوست ها شروع کردن دموکرات ها رو روزولت رو به عنوان قهرمان خودشون دیدن و حرکت کردن رفتن در سبد رأی دموکرات ها نیودیل واقعا مستقیما سیاست های تبعیزامیزی رو علیه سیاه تغییر نداد ولی باعث شد که اوناشون که نامید شده بودن از مشارکت در سیاست و در اقتصاد در دوره های گذشته و دیده بودن که سیاست های جداسازی چطوری فقیرتر و فقیرترشون میکنه اونا شروع کردن به ذهنیتشون رو تغییر دادن و بعد کم کم نسل قدیم سیاه که به جمهوری خواه نزدیکی بیشتری احساس میکردند جاشون رو دادن به نسل جدیدی که رئیس جمهوری رو میدیدن که داره به بیکارا اهمیت میده این نه به خاطر اینکه سیاست های نجادی داشت بلکه به خاطر سیاست های اقتصادیش اینها رو به پایگاه رای دموکرات ها اضافه کرد البته اینم بود که خب همسر روزولت النو روزولت که در نقش بانوی اول کاخ سفید بود ایشون هم یه خورده فعالیتایی داشت هم برای حقوق زنان هم برای حقوق سیاه‌پوستان البته واقعا نه از اولش خودش هم النو روزولت هم اگه نگاه کنید توی دوران زندگی اجتماعی و سیاسیش خیلی نظراتش تغییر کرد ولی خلاصه اونم حرکاتش یک نقطه امیدی بود برای گروه های اقلیتی و گروه های محروم تر در آمریکا و اینا دیگه کم کم بیشتر با دموکرات ها هم می کردن تا, با جمهوری خواه تصویر کلی که از سیاست های اقتصادی روزولت داشته باشیم پس یه همچین چیزیه اعتقاد به نظارت بر اقتصاد با این ایده که دولت باید کار درست کنه مالیات سود کسب و کارا باید زیاد بشه قدرت دولت و دخالت دولت در اقتصاد باید زیاد بشه و یه همچین چیزایی سال 35 هم اولین برنامه تامین اجتماعی رو تصویب کردن به افراد سالمند یک امنیت مالی میداد و ای اینا تصویری که الان از روزولت و از نیودیل و از اینها در ذهن آمریکایی هست نیودیل البته آمریکا رو از رکود بزرگ نجات نداد ولی تغییرات بزرگی آورد برای آمریکا این تقریبا تصویری که ما از سیاست های اقتصادی روزولت داریم و کاری که روزولت با سیاست آمریکا کرد و با حزب دموکرات کرد و در نتیجه حزب دموکرات هم توش اونایی که خب نزدیکتر به این سیاست های روزولت بودن بالا اومدن چون ازشون حمایت کرد یه تغییر هویتی دموکرات ها پیدا کردن بعد خب تونستن کرسی های بیشتری هم به دست بیارن کنگره اکثریت با دموکرات شد واقعا تا 1980 به جز دو تا دوره کوتاه اکثریت با دموکرات موند روزولت 1945 مرد 1980 میشه 35 سال بعدش بر همین هم هست که میگیم اثرش طولانی مدت بود هویت حزب دموکرات رو و پایه رأی, رأی حزب دموکرات رو یه طوری تغییر داد و رفت به سمت حمایت از کارگران و محرومان و اینها که اثرش تا امروز هم در واقع مشخصه حداقل در یک سر طیف دموکرات ها در یک شاخه چپترشون اینو میبینیم سندرز الان در سخنرانیاش وقتی صحبت میکنه به روزولت ارجاع میده به برنامه های حمایت اقتصادی روزولت ارجاع میده و یه چیز جالبی هم تو این هست چون اینا سیاست هایی هستن که عموما طبقات بالاتر و ثروتمندتر ازش خیلی استقبال نمیکردن و طبقات بالاتر همون جایی که روزولت خودش ازش میامد روزولت از یه خانواده ای می میامد ثروتمند و قدرتمند اصلا از اول دوره حرفه ایش داره پا میذاره جای پای تدی روزولتی که اولین روزبتی که رئیس جمهور شد این هم میخواد مثل همون آدم بشه یه از یه همچه خانواده ای داره میاد ولی سیاستاش طوریه که یه مقدار الان این شهرت رو داره که این رئیس جمهوری که علیه طبقه خودش کار کرد اما نظر اقتصادی هم نظر کاری که با حزب دموکرات کرد اما حالا از سیاست های اقتصادی و اینا یه خورده بیایم بیرون بریم در سیاست خارجی و مخصوصا زمان جنگ جهانی فکر کن شما رئیس جمهوری که هم رکود بزرگ رو دیده هم جنگ جهانی دوم یعنی با رکود با اوج رکود آمده با پایان جنگ رفته نیو دیل گفتیم که مسئله بحران اقتصادی رو البته حل نکرد ولی رابطه ای که روزولت با نژادهای مختلف و قشر کم در آمد و اینها درست کرده بود امیدی که به جامعه تزریق کرده بود اینا همه باعث شد که در دور دوم هم با قاطعیت برنده بشه در این دور دوم در حالی که روزولت درگیر ادامه برنامه های توسعه و حمایت و اینها هست اروپا هم به قول این گزارشگرهای فوتبال آبستن حوادث آبستن حوادث روزولت اول از سیاست مدارای بین دو جنگ بود بعد شد از سیاست مدارای زمان جنگ دوران بین دو جنگ که از اون دوران دوران دوره های تاریخی که من بسیار بهش کنج کافی دارم حتما دربارش دا باید ویدیوهای جدایی بسازیم دوران بین دو جنگ بین جنگ جهانی اول و دوم در ایران میشه رضا بین دو جنگ ایران حکومت رضا شاه همون دوره در اروپا و در اطراف ایران ملل البته در, در آمریکای دور خیلی اتفاقات مهم میفته اروپای بین دو جنگ هم جاییه که خب سایه هیتلر داره توش گسترده در میشه فاشیستا دارن توش قدرت میگیرن موسولینی نخست وزیر فاشیست ایتالیا است. هم پیمان بعدی هیتلر تلاش میکنه برای تسخیر اتیوپی خود هیتلر بعدا حمله میکنه به مناطق مورد مناقشه با فرانسه هر دوی این دیکتاتورها میرن در جنگ داخلی اسپانیا مداخله میکنن که رفیق فاشیستشون فرانکو اونجا پیروز بشه فضای دو, دو اروپای بین دو جنگ یه همچین چیزیه اون طرف دنیا ژاپن تازه از خواب بیدار شده یهو قول قدرتمندی شده صد هزار چینی رو در نانکین کشته اونطوری که در اپیزود 52 پادکست وی پلاس قصهشو گفتیم بین دو جنگ وقت میگیم یه همچین دنیایه، پر از آشوب و آرامی و همه نگران که چه اتفاقی دوباره میخواد بیفته اکسالامان روزویل چیه تو این دنیا؟ آمریکا 20 سال قبل در جنگ جهانی اول با آلمان روبرو شده اومده تو اروپا جنگیده و این بار نمیخواد دوباره خودش وارد جنگی جدیدی بکنه این الان که ما یه خود تاریخ آمریکا رو خوندیم و تو این کانال لورش صحبت کردیم حرف معنیدارتری هم هست یادمونه پدران بنیانگذار توشون این حرف بود که ما اصلا از اروپا آمدیم اینجا آمریکا که از اون تاریخچه خون و خونریزی ها فاصله بگیریم نمیخوایم باشیم حالا اینا یه بارم علاوه بر میلشون شاید رفتن تو اون جنگ خونین اول جنگ جهانی اول و واقعا خواست عمومی جامعه آمریکا اینه که ما نمیخوایم بریم حتی سال سی و هفت کنگره یه قانونی تصویب کرد که میگفت کشورهایی که از آمریکا مهمات میخرن باید با کشتی های خودشون جابجا کنن اینا آمریکا نمیخواد وارد جنگ دیگه بشه آمریکا اروپا به نظر می رسید دارن گرم میکنن برای یه جنگ دیگه روزولت میگفتش که یعنی آمریکا جامعه آمریکا میگفتش که نه ما نمیخوایم بریم میگفتن این رو ولی خب احساس میکرد روزولت که جنگ مثل پندمی واقعا وقتی پخش بشه هیچ کشور نمیتونه بگه من نمیخوام برم توش دیگه میگیرن همه میگیرن بجز این بجز این اینم بود که ژاپن داشت در اقیانوس آرام بهم... حرکت هایی میکرد یک کشتی جنگی آمریکایی رو زده بودن، سطح کشتی نفتی آمریکایی رو زده بودن. بعدش البته عذرخواهی کردن و گفتن اشتباه شده و اینها. ولی به هر حال اونجا هم به خورده اوزا نگران کننده بود. آمریکا ولی وایساده بود، همچنان میگفت ما بیطرف هستیم. روزولت سخرانی کرد، گفت آمریکا بیطرف میمونه. ولی خب وقتی شرایط عوض میشه، حرفای آدم هم عوض میشه دیگه. حتی سیاستمدارایی در اون سطح. جنگ وقتی شروع بشه، اونم جنگی مثل جنگ جهانی همه حرفا همه قولها و وعده های قبلی رو ممکنه بزنه و هوا کنه یه نکته دیگه هم وسط بود آمریکا خودش در دوره رکود بود پول نداشت تجهیزات جنگی نداشت 1940 آمریکا 2800 هواپیمای جنگی داشت 2800 فروند هواپیمای جنگی داشت اونم اغلبش قدیمی بود اونجا روزولت دستور داد که تا یک سال آینده 50000 هواپیما ساخته بشه مدام میرفت کنگره درخواست بودجه نظامی میکرد میگفتش که ما اینا رو میگیریم برای اینکه برای بریتانیا سلاح درست کنیم خرج سلاح بریتانیا میشه نزدیک انتخابات شد 1940 مردم تظاهرات میکردن به روزولت میگفتن که حالا دو دوره تموم شده دوباره بیا نامزد شد دوباره بیا برو رئیس جمهور شو اروپا جنگ ژاپن داره از این ور تهدیدی میشه برای آمریکا و ما احتیاج داریم که روزولت دوباره بیاد دو دورش تموم شده تا اون سابقه نداشت کسی دور سوم بیاد بعد از اونم که قانون رو عوض کردن کسی نتونه بیاد ولی اون موقع منع قانونی وجود نداشت سنت نبود ولی خب منع قانونی هم نبود روزولت آمد و بر بار سوم نامزد ریاست جمهوری شد رقیب جمهوری خواهش میگفتش که این جنگ طلبه میگفت دیر نیست روزی که روزولت پای آمریکا رو بکشه به جنگ ولی روزولت صرف فایستاده بود میگفت نه در سخرانی انتخاباتیش گفتش که من با شما صحبت میکنم والدین آمریکایی من به شما اطمینان میدم همونطوری که قبلا گفتم دوباره میگم دوباره میگم دوباره میگم من پسران شما رو به یک جنگ خارجی دیگه نمیفرستم I've said this before but I shall say it again and again and again Your boys are not going to be sent into any foreign wars. I have said this before, but I shall say it again and again and again. Your boys are not going to be sent into any war. <applause> خیلی محکم خیلی شفاف با سه چهار بار تاکید اینو تو سخنرانی انتخاباتیش گفت نتیجه این انتخابات هم نتیجه جالبی بود روزولت برای بار سوم برنده شد این بار البته با فاصله کمتری ولی دیگه خب رئیس جمهور که بشه اون تفاضل گل و تفاضل رأی و اینا خیلی مهم نیست دیگه اینجا روزولت شد تنها رئیس جمهور تاریخ آمریکا که سه بار فرستاده شده به کاخ سفید و هر چیز زمان گذشت دخالت آمریکا در جنگ بیشتر شد جولای 1941 جوخه های آمریکایی دیگه رفته بودن دانمارک مستقر شده بودند بعد روزولت زیر دریایی کلی فرستاد سمت ایسلند هنوز تو شرایطی هستیم که نه جامعه آمریکا آماده جنگ نه کنگره آمریکا ام، رسمی مقاومت میکنه روزولت هم و نمیخواد آمریکا رو وارد جنگ بکنه منتها در اقیانوس آرام اختلافات با ژاپن داره بالا میگیره این نکته مهمیه ام، ب... مسئله آمریکا و ژاپن از خیلی وقت قبل شروع شده خیلی خلاصه ژاپن در جنگ با چین داشت پیشروی میکرد و آمریکا میخواست که به کمک دولت چین جلوی پیشروی ژاپن رو بگیره ژاپن رفت اندونزی رو گرفت در جولای 1941 بعد که ژاپن رفت اندونزی رو گرفت آمریکا مناسبات تجاری رو قطع کرد تحریم اعمال کرد علیه ژاپن و همه دارایی‌های های ژاپن رو در آمریکا فریز کرد یعنی دست ژاپنی ها از چیزهایی که در آمریکا داشتن کوتاه شد بعد ژاپن رفت فیلیپین رو گرفت خیلی به روزولت گفتن اصلا این کاری که شما داری میکنی ژاپن رو داره میندازه یه گوشه رینگ که تنها کاری که تنها رایی که براش میمونه اینه که بجنگه کار دیگه نمیتونه بکنه که داری مجبورش میکنی به جنگ کردن یه خورده مسئله ژاپن شبیه مسئله آلمان بود اون موقع خیلی سریع و خیلی زیاد قدرتمند شده بود از اون طرف منابع نداشت خودش منابع نداشت و دور رو هم نگاه میکرد میدید که خب اون موقعی که ما ضعیف بودیم ما خواب بودیم همه یوروپایی اومدن دور ما همه رو مستعمره کردن رفتن ما سرمون مونده بعد حالا ما اون موقع خواب بودیم بازی نبودیم الان که بیداریم که الان که قوی هستیم که این کشورهای اطرافمون رو خودمون میخوایم منابعشون رو برای توسعه خودمون لازم داریم این شده بود یکی از ریشه های مشکل ژاپنی ها با اروپا و با قدرت های استعمارگر سنتی اروپایی و البته یکی از دلایل نزدیکیشون به آلمان ها بگذاریم این, این حمله ژاپن به آمریکا خب خیلی داستان جالب و آموزنده داره اما نکته مهمش اینجا برای ما اینه که در 6 دسامبر 1940 ژاپن حمله کرد به خاک آمریکا یک عملیات قافل گیر کننده زدن به پایگاه های دریایی آمریکا در هاوایی عملیات هاوایی یا پل هاربر اون چیزی که آمریکای رسما بی طرف رو عملا و رسما وارد جنگ جهانی دوم کرد عملیات پرهاربر، حمله شدیدی بود پر خسارتم بود 8 تا ناو جنگی 7 تا کشتی 188 تا هواپیما اینا همه خسارت دیدن 2400 نفر کشته شدن 1200 نفر مجروح شدن حمله پرهاربر، خب ویدیو خودش هم میخواد کنجکاوی خودش رو لازم داره ولی اون چیزی بود که از 20 سال پیش همه منتظرش بودن به یک معنا واقعا منتظرش بودن که اتفاق بیفته ولی به یک معنای دیگه همچنان قافل گیر کننده بود و کسی انتظارش رو نداشت اینو بعدا جای دیگه باید باز کن ولی خلاصه اتفاق افتاد روزولت فهمیده بود که ژاپن قصد اقدام نظامی داره پیغام داده بود به امپراتور ژاپن پیغام صلح داده بود ولی خب دیگه فرداش پیغام رو گرفت که حمله هوایی به پل هاربر فردای اون روز روزولت یک سخنرانی دیگه ای کرد که اونم با سخنرانی خیلی تاریخیه گفتش که این روزیه که در تاریخ به بدنامی خواهد ماند. A date which will live in infamy. همچنان البته برای اینکه بخواد وارد جنگ بشه تایید کنگره لازم داشت ولی خب بعد دیگه موسولینی و هیتلر به آمریکا اعلام جنگ کردن و دیگه آمریکا رسما رفت تو جنگ جهانی دوم و حالا دیگه روزولت فقط رئیس جمهور نبود فرمانده جنگی هم بود. روزولتی که خودش هم البته در جنگ جهانی اول سابقه جنگیدن رو داشت ولی خب نه در این جایگاه و نه در این موقعیت اینجا روزولت یکی از بیگ 3 بود آمریکا، بریتانیا و شوروی با هم میدونیم متحد شدن برای جنگ با آلمان ناتسی، آلمان و ژاپن و روزولت یکی از رهبران این سه کشور اصلی بود که که محور اصلی مبارزه و جنگ با هیتلر بودن اول در یک کنفرانسی آرکادیا روزولت و چرچیل با هم دیدار کردند استراتژی جنگی رو بچینن گفتن که اول در اروپا می جنگیم آلمان رو شکست میدیم بعد میریم سراغ ژاپن ام... خب همکاری آمریکا با بریتانیا چیز عجیبی نیست متحد همدیگه هستند ولی با شوروی هم باید همکاری کنن که هیچ نزدیکی و دوستی ندارن با همدیگه مونتا خب دارن با, با, هیتلر هر دو دارن با هیتلر مبارزه میکنن و این اتحاد تاکتیکی رو هم با همدیگه دیگه دارن یه جاهایی از این برنامه اتحاد و همکاری طوری بود که دیگه لازم بود سه رهبر رو در رو همدیگه رو ببینن روزولت، چرچیل و استالین و همونطوری که میدونیم و قبلا در این ویدیو تعریف کردیم یه بارش ستایی پاشدن آمدن تهران یه بار تهران، یه بار یالتا، و نهایتا تونستن با این همکاریایی که کردن و نقشه‌ای که کشیدن و اینها آلمان نازی رو شکست بدن بعد هم متحدینش رو از جمله ژاپن رو به این قصه خوری جلوتر برمی گردیم ولی یه نکته ای درباره رهبری روزولت در زمان جنگ هست چون یادآور اون روزهای ابتداییش بود در طول یک سال بعد از پل هاربر 300 تا دستور اجرایی دوباره صادر کرد در 5 سال از 1940 تا 1945 کارمندای دولت فدرال از یک میلیون نفر شدن 5 میلیون نفر. خرج دولت آمریکا در طول جنگ شد به اندازه کل خرجش از زمان تأسیسش تا اون روز از 1789 تا 1940 یعنی در طول دوره پنج ساله جنگ آمریکا به اندازه 150 سال قبلش هزینه کرد یک همچین یک وضعیتی داشت جنگ دو. یه اتفاق جالبی که در خلال جنگ دوم افتاد داستان همکاری روزولت و چرچیل بود این خیلی داستان جالبیه در داستان ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم هم قصه رابطه این دوتا مهمه البته اینا هر دو هم دیگر میشناختن در زمان جنگ جهانی اول هر دو یک منصبی داشتن در نیروی دریایی کشور خودشون یه پستی داشتن قبل هم در صحبت کردیم یه بار اتفاقا هم دیگر دیده بودن در 1918 در جوانی ولی خب هم کم سن و سال بودن هم در رده پایین تری بودن نسبتا و رابطهشون هم از همون موقع شروع شده بود رفاقت خاصی نداشتن ولی خب رابطهشون از هم متوجه همدیگه شده بودن و هر دو شروع کرده بودن بالاخره شبکه سازی و همدیگه رو رو همدیگه کار کردن بالاخره روزولت میدونست چرچل میاد بالا و چرچل هم حدس میزد که روزولت بیاد بالا در سیاست آمریکا بعد از اینکه در دانکرک شکست خوردن بریتانیا و فرانسه از هیتلر دیگه چرچیل با یک بریتانیایی روبرو بود که به منتظر شکست بعدی بود وضعش اینطوری بود منتها خودش پاپس نکشید یک سخنرانی تاریخی کرد چرچیل به مردم گفت که ما تا تهمی جنگیم حد چیشم که هزینش باشه ما باید از اون دفاع کنیم آخر سخنرانیش میگم برگشت به اون که کنارش نشسته بود گفتش که ما شده با ته بطری آبجومون میریم میجنگیم ما چیز دیگه هم برامون نمونه با همون میریم می جنگی حمله هوایی هم داره میکنه هیتلر میزنه لندن و چرچیل و کابینه دیگه رفتن زیر زمین و از اونجا دارن به کشور رو میچرخونن تو پناهگاه هم عملا و انگار هیتلر مصممه که کار رو یکسره کنه تنها چیزی که چرچیل امید داره بهش تنها کسی که امید داره که از این مخمسه نجاتش بده رئیس جمهور آمریکاست وقتی روزولت دوباره رئیس جمهور آمریکا شد نامه نوشت چرچیل بهش که من برای موفقیت دعا میکردم به خاطر اینکه تو میتونی ما رو از این وضع در بیاری ما وارد یک مرحله سیاه و شومی شدیم که ناگزیریم جنگ رو کش بدیم و گسترده ترش بکنیم یعنی به کمک شما احتیاج داریم روزولت البته جواب نداد یک کم بعدتر توی یکی از همون برنامه های کنار شومینه که گوزولت گفتیم با مردم صحبت می‌کرد. گفت که من نمیخوام درباره جنگ صحبت کنم با شما میخوام درباره امنیت ملی باهاتون صحبت کنم یعنی حرف رو چرخوند بعد گفت اگر بریتانیا سقوط کنه وضع برای ما خیلی بد میشه خیلی سخت میشه دیگه قدرت رو اگر بگیرن این اکسیس پاورز نیروهای محور ژاپن و آلمان و ایتالیا دیگه ما برامون خیلی سخت میشه ما سلاح های دموکراسی هستیم اینا دارن علیه دموکراسی میجنگن چرچیل یه پیغامی داد بعدن به روزولت یه ما بعدش گفتش که ما دیگه پول نداریم به شما بدیم برای سلاح همینطوری هم نازیا دارن بمباران میکنن انگلیس رو آمریکا هم طبق قانون نمیتونه وام بده به بریتانیا الان و روزولت میدونه اگه نازیا بیان بریتانیا رو بگیرن خطر برای آمریکا خیلی جدی میشه خیلی جدی میشه اینجا دولت روزولت یک طرح تازه میده به کنفرانس خبری میذاره طرحش هم توضیح میده برای مردم آمریکا گفت روزولت که شما تصور کنید خونه همسایتون آتیش گرفته میاد از شما شیلنگ بخواد که کمک کنه که این آتیش رو خاموش کنه شما تو این شرایط نمیای به همسایه بگی که 15 دلار بده تا شیلنگ بهت بدم شیلنگ بهش میدید میگید برو آتیش رو خاموش کن آتیش که خاموش شد شیلنگ منو بیار پس بده ما هم باید همین کارو بکنیم ما هم باید به بریتانیا سلاح قرض بدیم در واقع روزولتی که صریحا گفته بود نمیریم تو جنگ اروپایی نمیریم تو جنگ اروپایی الان این راهو پیدا کرده بود که اینطوری به مردم بفروشه ای رو که ما اگر به اینا سلاح قرض ندیم و نتونن به جنگن و سقوط کنن این بر ما بد میشه جنگ ممکنه کشیده بشه اینجا 1941 آگست 1941 روزولت و چرچیل همدیگر رو دیدن یک دیدار مخفیانه ای بود البته در نیوفاوندلند کانادا چرچیل چند تا خواسته داشت میخواست که مشترکاً به ژاپن اولتیماتوم بدن که نبرد که جنگ در جنوب شرق آسیا رو تمام کنه میخواست یه طرحی بریزن یه سازمان بین المللی درست کنن که مؤثر باشه قبل از بعد از جنگ جهانی اول یه تلاشای های شدود برای ناموفق بود و بعدش هم میخواست که امریکایی ها بیان تو جنگ موقت هم که شده بیان توی جنگ روزولت به هر سه تا پیشنهاد گفت نه گفت به اولتیماتوم به ژاپن نمیدیم جریترشون میکنه جامعه ملل هم من ناامیدم ازش برای جنگ جهانی اول اون کاری که کردیم به موفقیت آمیز نبود خیلی برعکس ما باید یه کنسرسیومی داشته باشیم از کشورهای قدرتمند که بعد از جنگ اینا بیان تضمین کننده صلح بشن در جهان و برای جنگ هم گفتنش که نه هنوز مردم آمریکا آماده نیستن که بیایم توی جنگ در طول جنگ چهار بار همدیگر رو دیدن مهمترینش احتمالا یه دفعه ای که توی خانه روزولت در هایت پارک همدیگر رو دیدن در اون جنگ درباره سلاح اتم سلاح هسته ای صحبت کردند درباره پروژه منحتن صحبت کردند پروژه منهتن پروژه ای که درباره توسعه سلاح اتم بود حالا کوچیک به اونم اشاره میکنیم قرار شد که از روزها مخفی نگهش دارند تو همون جلسه درباره این صحبت کردن که ممکنه که این سلاح علیه ها استفاده بشه درباره احتمال این صحبت شده و خلاصه اینکه رابطه این دو رهبر در طول جنگ جهانی دوم بسیار بسیار رابطه مهم و جالبیه خیلی رابطه مهمی خود چرچیل میگه اون طوری که من در روزولت دقیق شدم و مطالعش کردم آدما معشوقشون رو اینطوری کسی رو که خاطرشون میخوان اینطوری بررسی نمیکنه میگه من اینطوری این مرد رو بررسی میکردم چون مهمم هستی که میخواد بکشتش به یه کاری که طرف خودش نمیخواد بکنه باید بچینه باید خیلی خوب بشناسه طرف رو خیلی خوب باید بشناسه که بعدا بتونه روی فکر کردنش تاثیر بذاره و این متقابل هم از اونم میخواد که این رو قانع کنه اونم میخواد یه طوری بتونه از این همکاری یه چیزی در بیاره که در راستای منافع خودش باشه دوران طلایی همکاری در دستوی اقیانوس این دوره رابطه بالا پایینی بود البته رابطه بود که دیگران مثل استالین مثل هیتلر روش اثر میگذاشتن و تصورم نباید بکنیم که رابطه بود که همش همش موافقت کامل بود قطعا نبود قطعا نبود هر کدومشون دنبال اهداف و منافع بلند مدت خودشون بودن چرچیل از اول برنامهش این بود که روزبه تو رو بکشه تو جنگ با ترسوندن با تهدید کردن با فریب دادن با هر چی اونم روزولتی رو که نه همدلی داره با نگاه های امپریالیستی و چرچیل چرچیل میخواد امپراتوری بریتانیا حفظ بشه و اینها واقعا روزولت دنبال این قصه ها نیست و همچنین روزولتی که از چرچیل خوشش هم نمیاد خیلی میگفت این اصلا نصف روز و مسته واقعا ولی با اینکه که میگفت نصف روز و مسته گفت بهترین نخست وزیره که انگلیسی ها تو این شرایط میتونن داشته باشن از این بهتر گیرشون هم نمیاد حالا ما به رابطه این دو نفر شاید وقتی که بریم توی خود جنگ جهانی دوم یه خورده هم بپردازیم ولی بدونیم که رابطه این دوتا و همکاری که تونستن علیرغم همه تفاوت‌هاشون و دست‌اندازا درست بکنن خیلی مؤثر بود در شکست دادن آلمان نازی و هیتلر خیلی مؤثر بود همین رابطه شخصی که بین این دو نفر درست شد یه موضوع مهم دیگه درباره روزولت پروژه منحتنه اینم از اون چیزایی که از دوره ریاست جمهوری روزولت خیلی برجسته است پروژه مخفی بود منحتن آمریکایی‌ها داشتن برای ساخت بمب اتم کلی دانشمند و محقق و نیروی نظامی و ارتش و آخرش البته میدونیم اون رئیس جمهور آمریکا که بمب اتم و انداخت دستورش داد نبود جانشینش بود ویدیوی ترومن رو هم میسازیم ما ولی کار روی بمب و طراحی و ساختنش و همکاری های علمی و نظامی این اینا همه در دوره روزولت بود رسیدن به بمب هم در واقع مسابقه بود از یه زمانی مسابقه برای رسیدن به این تکنولوژی شروع شده بود آمریکا میدونست هیتلر و دانشمندان آمریکایی دهه سی میلادی شروع کردن کار کردن رو بمب هسته ای و هیتلر هم دستش برسه و لازم داشته باشه استفاده میکنه سال 39 که جنگ جهانی دوم شروع شد انیشتین نامه نوشته بود به روزولت که آره اورانیوم قابلیت آزادسازی انرژی زیادی رو داره و باهاش میشه بمبای ای ساخت و آلمانا دارن فعالانه در این زمینه تحقیق میکنن و توصیه کرده بود که آمریکا هم همین کار رو بکنه کلا دانشمندای اتریشی و دانشمندای آلمانی که از آلمان نازی فرار کردن به آمریکا نقش خیلی مهمی داشتن هم در قانع کردن روزولت که خطر آلمان هسته ای جدیه و هم در تعریف و پیش بردن خود پروژه منحتن حواسه اونم باشه این دنیای قبل از هیروشیماست دنیای قبل از تست اولین بمبه هنوز اینا در حد ایده است هنوز رو کاغذ اجرا نشده یه آدمایی دارن میان میگن که یه همچین بمبی میشه درست کرد اولش اصلا یه گروهی از دانشگاه آمد. از دانشمندا آمده بودن مشاوره بدن به روزولت که متوجه بشه چطوری مثلا اورانیوم منجر میشه به بمب هسته ای چطوری همچین بمبی کار میکنه چطوری اینقدر قدرت داره سه سال کار کردن تحقیقات کردن هزینه ساخت چنین بمبی چقدر میشه بعد وقتی که دیگه ژاپن حمله کرد به پل هاربر آمریکا رسما آمد متحد بریتانیا و روسیه و البته فرانسه شد علیه آلمان ها علیه آلمان ها در اروپا و علیه ژاپن در اقیانوس آرام این پروژه منحتن هم شد پروژه رسمی و برنامه نظامی آمریکا روش با حمایت دانشمندان اتمی رسما شروع شد رسما ولی خب خیلی سری خیلی سری قنیسازی اورانیوم و پیش بردن کار رو دیگه سال 42 روزولت گفت که برن برای تولید و آزمایش سلاح هسته‌ای موافقت هم کرد که آمریکا و بریتانیا با هم پیش ببرن پروژه رو و پیش بردن تا 1945 بیابون پرتی بردن امتحانم کردن یک قارچی درست شد به ارتفاع 12 کیلومتر و اینطوری اصر هستهی ای اونطوری که اسمش رو گذاشتن شروع شد ولی این پروژه یکی از اتفاقهای مهمی که پروژه های مهم دوران روزولت و دواره روزولت وقتی حرف بذاریم باید حتما دواره این هم بگیم یک چیز دیگری که در دوران روزولت اتفاق افتاد تأسیس سازمان ملل بود اصلا اسم سازمان ملل یونایتد نیشنز میگن که اسم پیشنهادی روزولت بوده از همون یونایتد استیتس از الهام گرفته بود از اسم کشورش از اسم آمریکا ام، از اواسط جنگ جهانی دوم هم ایدش رو انگار آورده بود دوارش صحبت شده بود با چرچیل اول صحبت کرده بود بعدا با استالین صحبت کرده بود اصل حرفم این بود که یک سازمان جهانی داشته باشیم که که نذاره دیگه جنگی به بزرگی این جنگا درست بشه این فکر البته تازه نبود بعد از جنگ جهانی اول هم یه کنفرانس صلح پاریس بود یه جامعه ملل درست شده بود که میخواستن همین از توش در بیاد در نیامده بود جواب نداده بود ولی ایده همچنان بود خواسته همچنان وجود داشت اول یک پیمانی روزولت با چرچیل بست در 1941 هنوز وسط جنگ هم نرسیدیم به نام منشور آتلانتیک که ما اگه دنیا که تموم جنگ که تموم شد دنیای بعد از جنگ که مثلا میخوایم به صلح و ثبات برسه چه اصولی باید داشته باشه هشت ماده داره یک دو سه چهار تا هشت اصلش اینه که آره این مرزهایی که الان وجود داره رو دیگه باید بهش احترام بگذاریم حق تعیین سرنوشت مال خود مردم و کشور رو باید با هم همکاری اقتصادی کنند خلاصه نازی که نابود شدن ما باید بریم دنبال صلح صلح پایدار و برای اینم یک نظام پایدار و نظام فراگیری لازم داریم این هی هسته اولیه ایده سازمان ملل شد بعد هم که جنگ تمام شد کشورهای برنده جنگ جهانی دوم این سازمان رو ساختن شوروی بریتانیا چین آمریکا اینا با هم جمع شدن فرانسه بعدن بهشون اضافه شد اینا شدن اعضای دائمی شورای امنیت حالا شاید بعدن یه بار مفصل درباره این شورای امنیت و اینا صحبت کردیم منتها امنیت بعدی مجمع عمومی و یک دادگاه بین المللی و خلاصه ایده ولی از روزولت آمد یا حداقلش حالا اگه هم نخوایم بگیم مثلا همه اعتبارش رو بخوایم بدیم به روزولت در اون زمان در زمان ریاست جمهوری ایشون بود که مذاکرات اولیش انجام شد و ایده ای این سازمان هم شکل گرفت آخرش هم 1945 50 تا کشور جمع شدن و منشور رو تصویب کردند. این هم از کارهای مهم زمان روزولت یه چیز دیگه هم که میخوایم حتما دربارهش صحبت کنیم هم در ویدیوی روزولت هم وقتی درباره رئیس جمهورهای دیگه آمریکا صحبت میکنیم ایرانه یعنی میخوایم ببینیم که در زمان اینها تو ایران چه خبر بود چه اتفاقی داشت میافتاد و اگر مثلا موضوع مستقیمی هست که به اینها مربوط باشه در رابطه با ایران بگیم دربارهش صحبت کنیم دوره روزولت خیلی زیاد نیست ولی چند دقیقه باید دوارش حرف زد به هر حال چون قصه روزولت بیشتر اونجایش که به ایران معبود میشه برمیگره به, به جنگ جهانی دوم به خب روزولت در واقع از زمان رضا رئیس جمهور بوده دیگه رضا هم پادشاه بین دو جنگ ایرانه وقتی که جنگ جهانی دوم شروع شد ایران اعلام بیطرفی کرد ولی خب روسیه و انگلیس بیطرفی رو نقض کردن حمله کردن ایران رو اشغال کردن ایران هم موقع رابطه خوبی با آمریکا نداشت رابطهش بد نبود ولی رابطه خیلی خوبی هم نبود اونطوری که بعدا رابطه ایران و آمریکا شد در دهه های بعد کلا هم آمریکا این آمریکای امروز نبود که همه جای دنیا باشه و مهم باشه و اینها اصلا دنیا دنیای دیگری بود بگذاریم امروسی و بریتانیا اینا هم قدرت های قرن 19 هستن اینا حمله کردن و ایران رو اشغال کردن که 1320 شهریور 1320 دیگه اون تاریخ معروف است برامون رضا شاه پادشاه ایران تلگرافی زد به روزولت که استدعا میکنم شما یک انسانیتی از خودتون نشون بدین فوری این حمله رو بگین که تمومش کنه. ما بی‌طرفی ما اعلام بی‌طرفی کردیم و اینا روزولت خب البته اینطوری نبود که بیخبر باشه از کاری که متحدینش میخوان بکنن میدونست و فوریتی همونطوری که رضا شاه فوریت میدید و میخواست که فوراً روزولت کاری بکنه روزولت فوریتی در حل مسئله نمیدید عجله هم برای جواب دادن نداشت گذاشت یک هفته بعد جواب داد جوابش هم جواب خیلی یعنی جوابش معلومه که چی داره میگه دیگه جوابی نبود که رضا شاه بخواد جواب مطلوب ایشون نبود گفت اولش که آره شما مسئله خودتون رو میبینین اینا ولی من دعوت میکنم شما تصویر بزرگتر رو ببینید بعدم یه اشاره کرد که آره شما یه راهنمایی های... راهنماهایی هم به سمت آلمان زدی و اینا ولی حالا یه خبر خوبم هست شما خیالت راحت باشه من با مقامات روسیه و بریتانیا صحبت کردم اینا جنگ تمام بشه از ایران میرن همین رو هم بیانیه میدن رسما هم اعلام میکنن همین کار رو هم کردن بیانیه رو دادن یه بیانیه دادن که ایران مستقل و استقلال شما تضمین میکنیم و اگه هستیم میریم بیرون و این حرفا ولی نه اون موقع چند سال بعد که رضا دیگه تبعید شده بود و روزولت اومده بود تهران چرچیل اومده بود تهران استالین اومده بود تهران اونجا یه بیانی... بیانیه ای دادن و گفتن که آره ما تمامیت ارزی ایران رو استقلال ایران رو به رسمیت میشناسیم و از ایران میریم بیرون و اینها بیانیه تهران در واقع این این بندش بند مهمی بود برای ایران منتها دیگه اون موقع خیلی دیرتر از وقتی بود که این بخواد به درد رضا شاه بود یه چیز دیگری که شاید جالب باشه برای اون بدونیم که نشون میده آمریکا اون موقع کجا بود نسبت به ایران در مقایسه با جایی که بریتانیا و روسیه بودند وقتی که رضا شاه تبعید شد و محمد رضا شاه داشت سوگند میخورد که بشه پادشاه جدید ایران نماینده های بریتانیا و روسیه توی مراسم سوگند اصلا نیامدن از سه تا کشور اصلی متفقین فقط آمریکا بود که توی اون مراسم نماینده داشت اتفاقی هم نبود اتفاقی هم نبود که نیامدن اصلا بریتانیا و آمریکا اون موقع سر ایران توافق کامل با هم نداشتن، آمریکا یا به نظر میرسه فکر میکردن ایران باید دوره تازه رو شروع کنه چهره های جوان و تحصیل کرده بیان سر کار ایران مدرن بشه یا حداقل یک،, یک فکر یک فکر رایجی در هیئت حاکمه ای آمریکا این بود که این سازوکار سنتی باید بره کنار بریتانیا هم که شما تازه اومدین شما ایران نمی‌شناسین، ما چند قرن اینجا داریم میریم میایم شما این نگاه ایدئال آمریکایی رو دارین این از بی میاد از خامیتون میاد در تحلیل مسائل خاورمیانه ما بهتر میشناسیم ما بهتر میدونیم اینجا اونطوری که شما فکر میکنید و میخواید بشه نمیشه این یه قصه جالبی داره کنارش از این قصایی که من بلد نبودم برای این ویدیو که تحقیق میکردیم بهش رسیدم خیلی خیلی جالب بود یه آقای به نام جنرال پاتریک هرلی ایشون نماینده روزولت بود در ایران آدم مهمی آمده قبلا جنگ جهانی اول جنگیده بوده کابینه هوور بوده اینا آدم عجیبی هم بود میگن به عنوان مثلا نماینده سیاسی کلا کابوی میزاش سرش میرفت این برو شکلی نیست شمایه که آدم انتظار داشته باشه از نماینده رسمی یک کشور در کشور دیگه اون هم کشوری که اومده مثلا دموکراسی بذاره و اینا کار نداریم ایشون اومد ایران اون موقعی که روزولت میخواست بیاد تهران اومده بود که تهران رو آماده کنه برای حضور روزولت یه خورده از موضوع معرفی روزولت این تیکه میزنه بیرون ولی پیفه به نظرم که نگه بعد اومده اینجا و حالا داره ایران آماده میکنه مشاهده هم میکنه یک گزارشی هم برای روزولت مینویسه از اینکه این کشور چه جور کشوریه و ایشون اینجا چی دیده گزارش جالبیه میگه که خیلی اینجا وضع بده از نظر زیر ساخت از نظر آموزش تأسیسات، اصلا وضع وحشتناک فقر همه جاده ها داغون اقتصاد ویران این دولت های متحد ما هم که اینجا رو اشغال کردن هیچ اهمیتی براشون نداره از ایران هیچ اهمیتی نداره کی okay. صحبت سال 1321 1322 اون موقع هست بعد تو سفرش ایشون با خیلی از ایرانیا صحبت هم کرده و تو این صحبت فهمیده که اینا هم به بریتانیا حس بدی دارن هم به شوروی به خاطر خاطرات قرن 19 دیگه چون واقعا این دو کشور خیلی اذیت کردن ایران رو این خاطره بد تو ذهن اینها مونده این گزارش رو نوشت و گزارش رو داد به روزولت این گزارش گزارش مهم می شد اعلامیه تهران که سه کشور توش استقلال ایران رو به رسمیت شناختن حداقل تا حدی حد متأثر از این گزارش بود ایشون همون گزارش رو به روزولت داد هم برنامه حضور روزولت در تهران رو ایشون ریخت که در نهایتش روزولت شد اولین رئیس جمهور آمریکایی که آمده ایران و همین که خود این سفر یه نتیجه دیگری گذاشت همین آقای هرلی گزارشش به نام گزارش هرلی ریپورت گزارش مهم می شد چون ایشون داشت اون گزارش میگفتش که آمریکا چه باید بکنه در ایران با هم فکری ایشون روزولت رسید به جایی که ایران رو بکنیم الگویی برای کاری که آمریکا میخواد بر بقیه کشورهای توسعه توسعه نیافته بکنه که بشه ایران بشه کشوری آزاد، کشوری مستقل، مردمش بتونن از همون حقوقی برخوردار بشن که قانون اساسی آمریکا به مردم آمریکا داده. گزارشه میگه ایرانی کشوری که منابع غنی داره و چی داره و چی داره و مردمش میتونن عدالت داشته باشن، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، از همه اینا بهره ببرن. منتها خب جامعه ای که توش بیسوادی خیلی بالاست هم بیسوادی بالاست همین که اینا تو قیچی امپریالیسم و کمونیسم از دو طرف اینو اینو قیچیش کردن میگه منگنش کردن مدت ها. زبان گزارشه در برابر انگلیس دیگه غیر منتظره تنده واقعا واقعا تنده و گزارش واقعا جالبی هم هست لینکش در توضیحات هست متریال خوبیه برای برای, برای بازی واتیف واتیف تاریخی بازی نرمش ذهنی جالبیه برای من که مثلا فکر کنی اگر فلان میشد چی میشد What if؟ بعضی وقتا از این چیزهای جذابی در میاد خیلی فایده ای شاید نداشته باشه ولی ضرری هم نداره این گزارش میگفتش که آمریکا باید تلاشش در ایران متمرکز بشه برای اینکه مدرسه بسازه بیمارستان بسازه تصفیه خونه بسازه زیر بسازه که به بهداشت به سلامت جامعه کمک کنه گزارش جالبی شد روزولت هم خوشش آمد و برای چرچیل هم فرستادش گفتش که آره میدونم سخته که ما همچی کاری رو بخوایم در تهران ب... در ایران پیاده بکنیم ولی من دوست دارم یه تلاشی براش بکنیم مونتا چرچیل موافق نبود اصلا خوشش نیامد از این نامه از حرفهایی که توش بود درباره امپریالیسم بریتانیا و اینها روزولت حتی از کابینه خودش هم خیلی پاسخ دلگرم کننده ای نگرفت و بعد از چند ماه هم که ایشون مردو اصلا ایده ای این که ایران تبدیل بشه یک به یک به یک ویترین یک به یک الگویی برای توسعه و دموکراسی رفت توی بایگانی بگذاریم از این که اصلا این گزارش چقدر جدی بود چقدر شانس اجرا شدن داشت چقدر نداشت میگم بر من از این چیزایی که میتونی بهش فکر کنه دیگه خب میتونست هم اینطوری بره حتما دلایلی داشت تاریخ یک یک بازیایی داشت که نمیشد بود نشد که اینطوری بره دیگه ولی اینم بالاخره یک امکانی بود شاید با احتمال وقوع خیلی پایین تر و یه چیز دیگه هم که آره خب این بالاخره یکی ای از خروجی های اون سفر روزولت به تهران بود که این امکان اصلا پدیدار شد این امکان قبلا وجود نداشت اگرم این سفر نبود ممکن بود هیچ وقت به وجود هم نیاد سفر هم که قبلا جای دیگه تعریفشو کردیم که یک اجلاس در واقع یک جلسه استراتژیک سطح بالای بین سرهبر سرهبر متفقین در کشوری که در اشغال متفقینه تو همون سفر روزولت شاه رو هم دید یا شاه اومد روزولت رو هم دید از ملاقاتشون شاه گزارش جالبی میده میگه که من آدمی رو دیدم که روزولت رو آدمی دیدم که شیفته و فریفته ایران فرهنگ ایران دوست داره اصلا گفت من میخوام بیام رئیس جمهوریم که تمام شد میخوام بیام ایران کمک کنم به شما در کار احیای جنگل خیلی مشتاقم به این کار و اینها و گفتیم خود روزولت هم زمان رکود بزرگ طرحی داده بود جوانای بیکار برن در جنگل ها کار داوطلبانه بکنن و کمپای حمایتی درست کرده بود از این کارهای دیگه حالا به این تعارفاتش کاری نداریم ایشون هم که آخرش روی همون صندلی ریاست جمهوری از دنیا رفت و بعد از ریاست جمهوری رو اصلا ندید ولی خلاصش اینکه روی شاه تأثیر خوبی گذاشت هرچند شاه با سیاست خارجیش مخالف بود گفت من با سیاست خارجیش مخالفم ولی از اینش خوشش آمد به افتخارش خیابونی هم در تهران به نامش شد خیابون مفتح اگه اشتباه نکنم در تپه های عباس آباد تهران دیگه چی بگیم درباره روزولت درباره مرگش بگیم بعد حالا برگردیم می کمی درباره شخصیتش و درباره میراثش هم صحبت کنیم روزولت از کنفرانس یالتا که برگشت آمریکا دیگه حالش خیلی خوش نبود خیلی نمیشد مشکلاتش رو دیگه پنهان کرد سرپا نمیتونه سخرانی بکنه و اینها یه روزی بعد از کار و سخرانی دو دوره ای هست که داره آماده میشه برای کنفرانس سان فرانسیسکو برای تأسیس سازمان ملل میره یک بعد از ظهری 12 آوریل 1945 نشسته که نقاش پورتراش رو بکشه یهو سرش درد میگیره خم میشه رو صندلیش و تمام تمام و ام ساعت 3 و, سی و پنج دقیقه بعد از ظهر میگن که از دنیا رفت یه مقدار مرگش مردم رو شوکه کرد چون به مردم خیلی شفاف اطلاع نمیدادن که وضعیتش در چه حالیه یه خود انتظارش رو نداشتند 300 هزار نفر رفتن برای تماشای خاکسپاریش پاریش و چرچیل هم یه پیامی داد توش نوشته بود که چه ظالمانه که اون پیروزی رو که این همه براش تلاش کرد ندید و رفت درباره شخصیت روزولت چی میشه گفت روزولت شالوده ریاست جمهوری آمریکا در قرن جدید رو ریخت آمریکا رو گرفت در میانه رکود بزرگ رابطه رئیس جمهور رو با مردم عوض کرد رابطه مردم رو با حکومت واقعا تا حدی میگن عوض کرد وظایف دولت رو در چشم مردم تغییر داد و نقشی داشت انکار نشدنی در پایان جنگ جهانی دوم آدم کاملی نبود هیچکس نیست نیودیل در نهایت طرح کاملا موفقی نشد نتونست آمریکا رو از رکود بیاره بیرون و چند تا نکته دیگر رو هم که در نقدش میگن توی ویدیو قبلی گفتیم تکرار نکنیم من سعی کردم چیزی رو که اونجا گفتیم دیگه اینجا نگم بر همه پیش بینی میکنم پیشنهاد میکنم اگر که این رو دیدید اون رو هم ببینید اون کوتاهتره و یه چیزایی که اینجا نگفتیم اونجا گفتیم خیلی روزولتون میبرن هم ردیف آبراهام لینکلن و جورج واشنگتن و اینها جزء رئیس جمهورای خیلی خیلی بالای آمریکا مونتا حواسمون باشه روزولت از رئیس جمهورای متفکر آمریکا نبود آمریکا رئیس جمهورایی داشته مثل جفرسون مثل آدامز مثل شاید تدی روزولت فامل اف دیار. اما همشون اینطوری نبودن بعضیاشون همشون آدمای خاصی بودن حتما ویژگی های بارزی داشتن ولی بعضیاشون با ویژگی های دیگرشون جلو می روزولت میگن آدم عمیقی نبود آدم مثل اهل کتاب خوندنی نبود خیلی ولی شخصیت داشت کرکتر داشت کاریزما داشت اما کاریزما داره آقا کاریزما داره بجو چرچیل میگفت شامپاین چطوریه باز که میکنی تو اتاق هر کی تو اتاق باشه متوجهش میشه بخواد نخواد حواسش پرت میشه به سمتش میره به سمتش روزولت هم همینطوری بود وقتی میامد توی اتاق نمیشد بهش توجه نکنی بعد آدمی بود با پیپل سکیل بالا آدمی که میدونست با آدما چطوری صحبت کنه چطوری قانعشون کنه چطوری تهیجشون کنه اینا خیلی مهارت های مهمیه برای یک سیاست مدار و همین هم هست حتما که کمک کرده که چهار بار رئیس جمهور بشه چهار بار رئیس جمهور شد و از اون طرف خب میگن که از اقتصاد سردر نمی آورد خیلی میگن که حوصله بحث فنی خیلی نداشت یه بار میگن براش دو تا سخنرانی نوشته بودن درباره موضوع اقتصادی که بینشون انتخاب کنه گفت یه جوری اینا رو با هم ترکیب کنین ازش یه سخنرانی در بیارید در حالی که اینا دو تا جهتگیری کاملا مخالف هم بودن اونایی که براش کار میکردن وزرا و اینا خیلی دل خوشی ازش نداشتن انگار از اینایی بود که اختلاف مینداخت بین افرادش و کار, کردن براش کار سختی بود بگذاریم خیلی سخته برای کسی که چنین کارنامه پرکار و پر اثری داشته یه ویدیو بسازی این حالا بیشتر از یه ساعت هم شد و مثلا جنبندی بخوای بکنی ولی دیگه حالا ما تلاشمون رو کردیم امیدوارم که این از ویدیو قبلی بهتر باشه یه خود تر باشه درباره شخصیت های اینطوری معموله که میگن هر نسلی یه بار باید یه بیوگرافی جدیدی ازشون نوشته بشه حرف درستی هم هست من, من متوجه شدم چرا این رو میگن الانم بعد از اینکه یه مقدار درباره روزولت خوندم و دیدم و گشتم و اینا یه چیزایش برام خیلی پررنگ شده حالا نمیدونم بیوگرافی که کدوم نسلش در کدوم نسل نوشته شده مثلا با من ارتباط بیشتر برقرار میکنه ولی اون چیزی که بیشتر برام مونده از روزولت برمیگرده خیلی زیاد به همون شرایط جسمیش در واقع نه به اینکه اون شرایط رو داشت بلکه به اینکه زندگی سیاسیش با این بیمار شدنش تمام نشد روزولت قبل از اینکه پاش فلج بشه کریر سیاسی داشت گفتم نامزد معاونت ریاست جمهوری بود آدم شناخته شده ای بود آمده بود که پا بذاره جای پای تدی روزولت همون موقع آدمی بود در جوانی بلند بالا ورزشکار خوش قیافه پر جنب و جوش پر انرژی همش در حال حرکت بعد یهو اینطوری شد بعدش انگار یک ترانسفورمیشن خیلی عمیقی یه تغییر خیلی اساسی در شخصیتش اتفاق افتاد در شخصیتش اتفاق افتاد حتی تو ویژگی های اخلاقیش تو ویژگی های روحی روانیش از اون نظرم عوض شد ملاحظه دیگران رو کردن به فکر دیگران بودن همدلی داشتن اینا کیفیت های انسانی بود که توش زیاد شد حداقل بعد و بعضیا میگن خیلی جالبه میگن همیناست که بعدا باعث شد سیاست های حمایتی که توی نیو دیل آمد اینا بیاد توی سیاست های روزولت یه سری مکاتبات خیلی جالبی داره روزولت با دیگر،, دیگر, کسانی که پولیو گرفته مبتلا شدن به بیماری پولیو خیلی داستان جالبیه یا کسایی که قبل از ایشون گرفتن یا کسایی که بعدا مبتلا شدن با اینا مکاتبه میکنه و مثلا اینا بعضیاشون دارن بهش توصیه میکنن که این کارا رو بکنی خوبه و بعضی هم دارن ازش توصیه میگیرن توی اینا یک وجه دیگری از شخصیت این آدم معلوم میشه میتونه آدم بگه که نه اینا داره نقش بازی میکنه و اینا رو ولی خب اون موقعی که اصلا معلوم نیست که این میخواد رئیس جمهور بشه بعدا چهار دور رئیس جمهور بشه که بگی برای کتابای تاریخ داره این کارا رو میکنه که ام... یک پنجره جالبی به شخصیت این آدمه داستانهای خیلی جالبی از از تلاش این آدم برای برگشتن به سیاست هست بعد از مبتلا شدن به پولیو پولیو اون روزگار خیلی چیز ترسناکی بوده خیلی چیز ترسناکی بوده و این آدم بعد از مبتلا شدن با, با, با همفکریه حالا هم, هم یه سیاسی خیلی قدرتمند یعنی قوی از نظر فکری و وفاداری داره که در طول عمر سیاسیش باهاش هستن بیشترش رو و هم همسرش نقشش خیلی مهمه خیلی مهمه البته در مورد همین پولیو این هم هست که راستش رو به مردم نگفتن تا حد زیادی مخفی کردن شرایطش رو حتی وقتی میدونستن امید به بهبودش خیلی, خیلی 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 کمه گفتن نه نه این شرایط دائمی نیست این اینا همه درسته ولی اون ظرفیت شخصیتی که داشت یا در جریان این دوره درمان در خودش ساخت البته به کمک دیگران البته بیش از همه شاید به کمک همسرش النو روزولت خیلی درس آموزه درباره النو روزولت ما اینجا صحبت نکردیم متاسفانه نرسیدیم خود ایشون شخصیت مهمیه در تاریخ قرن بیستم آمریکا درباره زندگی شخصی روزولت هم صحبت نکردیم یه داستان عاشقانه مشهوری هم داره که روابطش با همسرش رو خراب کرد یه دوره ای و شاید اثرش تا همیشه موند ما وارد اینا نشدیم وارد خیلی چیزای دیگه هم نشدیم ولی امیدوارم که تو این تلاش دوم تونسته باشیم یه مقدار بیشتر نزدیک بشیم به این شخصیت جالب و یکی از رهبران مهم قرن بیستو اگر باز چیزی هست که ما اصلا نرسیدیم بهش اشاره کنیم و چیز خیلی مهمی بوده شما میدونید خوشحال میشم که توی کامنت ها بگید ما هم یاد بگیریم خیلی ممنون که دیدید ویدیو رو من علی بندری هستم این کانال یوتیوب بی پلاس Thank you